درود به شما همیهنان گرامی امروز میخوایم از پرونده خانه اصفهان براتون بگیم سه روز بعد از رد فرجام خواهی سه متهم پرونده محکوم به اعدام خانی اصفهان سه و سیمای جمهوری اسلامی اقدام به پخش صحنه های از اعترافات اجباری متهمان این پرونده کرد خب این سه و سیمای میلی که دیگه کارش همین یعنی چیز جدیدی ما ندیدیم ازش پخش اعترافات مجید کازمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، سه تا متهم محکوم به اعدام پرونده معروف به خانی اصفهان از تلویزیون ایران باعث بروز نگرانی‌های در رابطه با اجرای ناگهانی حکم صادر شده برای اونا هست. جمهوری اسلامی هر یه ایرانی براش هدفه هر موقع دستش برسه یک از ماها رو میگیره و میکشتون بالا دار به هر طریق کورمون میکنه نابینامون میکنه دست پامونو از بین میبره میکشتمون قلب و چشم و سر و جان یک ایرانی برای نظام فاشیستی هیچ ارزشی نداره پرونده محلی خانی اصفهان پرونده پر از ابهام در رابطه با کشته شدن دو بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی در شامگاه 25 آبان 1401 است که برای سرکوب معترضان در میدان نگهبانی محله خانی اصفهان حضور داشتند قوه قضایی برای متهمان این پرونده سه حکم اعدام و در مجموع 58 سال حبس صادر کرده در ویدیو اعترافات اجباری متهمان این پرونده که ابتدا توسط ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و بعد از اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد دکور و صحنه و همچنین نوع لباس مجید کاظمی سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی به گونه تعیین شده که وانمود کنه اونا تو شرایط عادی اقدام به اعتراف کردن اما از هر سه متهم در مکان مشابهی تلاش شده تا اعتراف اجباری بشه متهمان این پرونده در بخش از اعترافات اجباری خودشون از دسترسی به اسلحه میگن و اینکه یک سری تیراندازی انجام دادن و حضور افراد دیگه که تیراندازی کردن رو هم تایید میکنن اما صحبتی از شلیک به نیروهای امنیتی نمیکنن البته در دادنامه دیوان عالی هم تاکید شده که صالح میرهاشمی حمل سلاح رو انکار کرده همچنین سلاحی که به صالح منتصب هست کشف نشده ویدیوی اعترافات اجباری منتشر شده است متهم پرونده خانی اسپان با اینکه چند دقیقه بیشتر نیست اما پنجاه و سه بار کات خورده و در نهایت تبدیل به یک کلاژی از تصاویر آرشیوی از شب حادثه اعترافات متهمان علیه یکدیگه لحظه بازداشت اونا و بازسازی صحنه جرم شده سازندگان این ویدیو اما اشتباهات خیلی زیادی داشتن از جمله در صحنه بازداشتی که از متهمان که به ادعای سازندگان تصاویر مربوط به لحظه بازداشت توسط وسط سپاه صاحب از زمان اصفهانه در حالی که تصاویر منتشر شده مشخصه که دقیقا دستان این فرد از پشت بسته شده در بخش دیگی از این اعترافات اجباری ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه مدعی میشه که متهمان سابقه شرارت داشتن در این بخش تصویری از یکی از متهمان با اسلحه سنگین منتشر میشه تصویری که با دقت به جزئیات اون دقیقا میشه فهمید که اسلحه با فتوشاپ بهش اضافه شده همچنین یک صفحه از پرونده قدیمی با ادعای کیفرخاص ساده شده برای ساله میرهاشمی منتشر میشه با ادعای ارازل اوباش بودنش اما مشخصه که نام اون با قلم دیگه به این برگه اضافه شده به هر روی بنابر ادعای طراحان این اعترافات اجباری هر سه متهم پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه مقابل دوربین ستاد خبری سازمان اطلاعات نشستن و دارن علیه خودشون اعتراف میکنن همچنین در بخشی از اعترافات اجباری معترضان بازداشت شده در پرونده خونه اصفهان این افراد با اشاره به اینکه تحت تاثیر پستهای اینستاگرام قرار گرفتن میگن که تازه متوجه شدن که فیلتر اینستاگرام لازمه این یعنی خدا پدرش رو بیامورده اون که گفت فیلترش من حالا میفهمم که گفت فیلترش کنه تو ایران جدی میگم حالا فهمیدم میگن فیلترش کن تو ایران یعنی همین همچنین در بخش از این اعترافات اجباری پخش شده صدا و سیما معترضان محکوم به اعدام در پرونده خانی اصفهان میگن که مایل نیستن کسایی براشون هشتگ بزنن یا کاری برای دفاع از اون انجام بدن چیزی هست که بخوام برام هشتگ بزنن که نه بس نمیدونم اعدام سعی نه اگه دارم برام مهم کنن من نکن تو اونجا نشستی خونوادت بهتر اینجا دارن زندگی میکنن این کار رو به سر خانواده ایرانی نکنید واقعا داری بدترین کار بلی بدترین چیزی که داری بلایی که داری سر جوانای های ایران میاری همین کاره داری با پیام دادنت با تحریک کردنشون این کار رو داری میکنید خودش نشسته اونجا پشتی تی بیگون داره میگه فلان شده اون اینجوری شده اون اینجوری شده خودشون کزان شرمنده هم نمیدونم تو بهشون اخذ اعترافات اجباری و پخش اون تو جمهوری اسلامی هممون هم میدونیم که سابقه طولانی داره از طرف دیگه اقدامات هماهنگ قوه قضایی در اجرای حکم اعدام به فاصله کوتاهی پس از پخش اعترافات اجباری مخالفان یا معترضان محکوم به اعدام از صدا و سیما دقیقا این نگرانی رو داره زیاد میکنه که اینا قرار به زودی اعدام بشن سازمان عفو بین روز جمعه 22 اردیبهشت 1402 با انتشار پیامهایی در توییتر نسبت به اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در پرونده موسوم به خانه اصفهان به شدت ابراز نگرانی کرده. همزمان هم مادر سعید یعقوبی یکی از متهمان محکوم به اعدام در پرونده خانی اصفهان تو ویدیویی با اشاره به بیگناهی پسرش تقاضای تشکیل کارزاری برای لغو حکم اعدام پسرش را داره. من یک مادری هشتاد یک ساله سعید نوم بیار ممتس بیست و هفتی آمان خانه سهان بی گناه. تو بونگایی خانه در مسکن خانه که داشته کاسبی میکردست. بی گناه گرفتن دستگیرش کردن مادر مجید کاظمی با اشاره به اینکه فرزندش از 14 سالگی نونو خانواده بوده گفته تا برای همه باز شدن تناب دور از گردن پسرش تلاش کنه یه جوون پر انرژی، پر کار، فعال، مرتب برزش میره باشگاه می رفت، رف، بود از چهارده سالگیم هم شروع به کار کرد نوناور خانواده بود خیلی به خانواده کمک می همه به هم قضای خودش اینو میرسیم من خواهد بگرم از کسا که میتونم دستم برک جون این جوان ها بخرم که انشالله خدا کمک کنه این تناف و گرمنش برداشته بشه فیلمی از دوربین مداربسته یکی از مغازه های محل حادثه که اخیرا توسط خبرگزاری فارس منتشر شده مهر تعییدی هست بر بیگناهی این متهمان. در فیلم تصویر ناواضح از چند نفر دیده میشه که بنابر ادعای خبرگزاری فارس اینا همون متهمان هستن اما اما این تصاویر در ساعت 22:09 دقیقه ضبط شدن یعنی یک ساعت بعد از زمانی که بنابر ادعای مراجع امنیتی و قضایی تو منطقه خانی اسفهان تیراندازی رخ داده تو سناریوی طراحی شده توسط دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی متهمان بعد از تیراندازی به مخفیگاه خودشون فرار میکنن اما این تصاویر گواه اون هست که این سه نفر حداقل هفتاد دقیقه بعد از حادثه در همون محل مشغول صحبت با همدیگه هستن همچنین حساب کاربری دادبان یک مرکز مشاوری حقوقی مستقل طی گزارش اعلام کرده که در پرونده معترضان محکوم به اعدام اصفهان هیچ شواهد و مدارکی به جز اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگی وجود نداره متهمان سرپن افرادی هستند که در صحنه اعتراضات اون شب حضور داشتند و هیچ کدام نپذیرفتن که به سوی ماموران تیراندازی کردند حتی علیه همدیگه هم دیگم اعتراف اجباری نکردن. به گفته این مرکز که از نقایص و ایرادهای اصلی پرونده خانی اسفان اینه که آلت جرم ادعایی علیه متهم ردیف اول یعنی صالح میرهاشمی اصلا کشف نشده و اساسا اصلاً, اصلا مشخص نیست آیا وجود خارجی داره یا نه و اسلحه ای ادعایی که به گفته زابطان قضایی صالح میرهاشمی با اون به طرف ماموران تیراندازی کرده هرگز پیدا نشده آیا گلوله هایی که سبب جان باختن ماموران شده از چه اسلحه‌ای بوده که شلیک شده در هر صورت من اینو در نهایت بگم جمهوری اسلامی تا حالا چهار تن از معترضان اعتراضات 1401 رو اعدام کرده همزمان به اعدام بقیه زندانیان هم سرعت کم سابقه ای داده حالا به هر دلیلی گفته اینا مواد مخدر بودن اینا تجاوز به عنف بودن همین جوری داره اعدام میکنه و به نظر شما هدف از این اعدام ها که با سرعت داره انجام میشه این در عرض یه هفته چل نفر رو میان مثلا تو سر و کشور اعدام میکنن چی هست؟ نظرتون زیر هم ویدیو کامنت کنید و اما یه منبع مطلع گفته که حملات راکتی جهاد اسلامی واکنش به دیدار شاهزاده رضا پهلوی با رهبران اسرائیل بوده یک منبع مطلع میگه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر دوم خودش به دمشق در دیدار با نمایندگان گروه های فلسطینی اونا رو برای اقدام علیه اسرائیل زیر فشار قرار داده حسین امیر عبداللهیان در سفر اخیر ابراهیم رئیسی به سوریه به همراه چهار وزرای راه و شهرسازی نفت و دفاع به دمشق سفر کرده بر اساس گفته این من و امیر عبداللهیان به نماینده جهاد اسلامی گفته آقای نتانیاهو گوشمالی لازم داره تا دیگه پسر شاه مخلوع رو دعوت نکن اون خواسته بوده که این گروه هر چه زودتر تصمیم نهایی خودش رو اعلام کنه شاهزاده رضا پهلوی همونطوری که همه ما میدونیم ماه ابریل در یک سفر چهار روزه به همراه بانو سیاسمین و هیئتی از مشاوران کارشناسان به اسرائیل سفر کرد این سفر بعد از گفتگو با مقامات ارشد این کشور و همچنین دیدارهایی از مرکز دانشگاهی و فنی و مذهبی اسرائیل و بازتاب گستردش تو رسانه های بین المللی در اول اردیبهشت ماه به پایان رسید سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 و هیئت وزرای جمهوری اسلامی هم 13 هر روز بعد راهی سوریه شدن در فاصله بین اول تا 13 همه اردی بهش امیر عبداللهیان یه سفر مستقلا به بیروت داشت اون هفتم اردی بهش در دیدار با زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی با وی در مورد ضرورت اقدام علیه اسرائیل صحبت کرد و منتظر تصمیم نهایی وی شد گفته میشه که فرماندهان حماس رقبتی از خودشون برای اقدام علیه اسرائیل نشون ندادن و به گفته این منبع حماس از طریق منابع مصری هشدار گرفته بوده که اسرائیل قصد داره هر گونه حمله رو در بارترین سطح تلافی کنه بعد حماس هم خب نمیخواسته جواب این تلافی رو بده اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اواخر فروردین ماه در جریان سفر به سوریه با شماری از فرماندهان حماس و جهاد اسلامی در مورد اقدام علیه اسرائیل جلسه گذاشته بوده اما گفته میشه که با وجود پافشاریش فقط فرماندهان جهاد اسلامی در مورد اقدام علیه اسرائیل رقبت نشون دادن در جریان عملیات سپر و تیر که این روزها بعد از مشک پرانی های مداوم به سوی اسرائیل در جریان بود بیشتر از 200 تا هدف متعلق به جهاد اسلامی در غزه هدف قرار گرفته شد و 5 تا از فرماندهانم به درک واصل شدند این فرد آگاه میگه که در تهران مقامات به این جنبندی رسیدن که کارزار اپوزیسیون خارج کشور برای فشار به اتحادیه اروپا با هدف قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی داره از طرف اسرائیل تقویت میشه سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل و دیدار اون با نخست وزیر و رئیس جمهور اون کشور و دیگر مقامات ارشد اسرائیل با واکنش زمامداران و عوامل جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه مواجه شده سردار پاسدار اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم گفته بوده که پهلوی نوچه اسرائیل و قولاملی حداد عادل یعنی پدرزن مشتبه خامنه ای پسر علی خامنه ای هم عنوان کرده بوده که اپوزیسیون به درجه از ورشکستگی رسیده که کسی که فکر میکنه میخوان به ایران برگردونن میره دست به دامن رژیم مثل رژیم صهیونیستی میشه که انقدر منفوره اون رفته از نتانیاهو کمک گرفته در همین ارتباط محمود محمودی امام جمعه شهر کنگانم در استان بوشهر با اشاره به حملات مشکی های نیابتی به اسرائیل با پشتیبانی سپاه تهدید کرده بود که پیام ملت ایران به اسرائیل با مشکای مقاومت ارسال میشه نه با سفر رضا پهلوی پس در اصل میتونیم بگیم که هر حمله هر ضد حمله که داره به اسرائیل میشه فقط تو فقط پشتش پولای ما مردم ایرانه که میشه اسلحه داده میشه بشه به نظامیان و حماس و این ور و اون ور که اسرائیل رو بزنن به پایان این برنامه رسیدیم بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما تا بخش بعدی بدرود